شورای عالی قرآنی زیر نظر دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر بامیان افغانستان امتحان کلاس های قرآنی خدیجه الکبرا را برگزار کرد. امتحان برگزار شده در روستای زکریا در فولادی و توسط استاد بانو فروتن صورت گرفت. لارس تورن رهبر یک جنبش موسوم به اسلام سازی نروژ را متوقف کنید. نسخه ای از قرآن کریم را در محله ای که یک جامعه بزرگ مسلمان در حومه پایتخت اسلو زندگی می کند آتش زد. این اقدام ضد اسلامی خشم تعدادی از مسلمانان را برانگیخت که برای خاموش کردن آتش سوزان شتافتند و خیلی زود جمعیتی برای اعتراض به فعالان تجمع کردند. محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران به منظور افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت طی اظهاراتی گفت دانشگاه‌ها موظف به ساخت خوابگاه‌های متأهلی، تکمیل، تعمیر و تجهیز این خوابگاه‌ها برای دانشجویان است. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان طی اظهاراتی تلویحاً روسیه را به فتح مسلحانه، توسعه طلبی و امپریالیسم در اوکراین متهم کرد و این درگیری را جنگ تجاوزکارانه، بی‌رحمانه و بی‌معنی خواند. پاپ 85 ساله از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین از انتقاد مستقیم از روسیه و رئیس جمهور این کشور اجتناب کرده است. منابع محلی ایران اعلام کردند با توجه به افزایش تقاضا برای سفر زمینی عتبات عالیات در روز عرفه، امکان سفر گروهی و انفرادی به کشور عراق از مرز مهران و شلمچه فراهم شد. گفته می شود برای انجام این سفر تنها داشتن گذرنامه معتبر و کارت واکسن ضروری است. پایگاه عبری زبان جویش انسایدر از سفر اعضای یک سازمان یهودی آمریکایی به عربستان و دیدار با مقامات ارشد این کشور پرده برداشت. این وبسایت در خبری فاش کرد یک گروه 13 نفره از اعضای سازمان فراخوان متحد یهودی سفر گردشگری را به عربستان انجام دادند که نخستین سفر در نوع خود برای اعضای این سازمان به شمار می رود. برنامه ریزی و میزبانی از این گروه بر عهده محمد عیسی ریاست انجمن جهان اسلام است. ده‌ها سازمان حقوقی در بیانیه مشترک از کشورهای غربی متحد با امارات خواست تا بر مقامات ابوظبی برای آزادی فوری و بدون شرط جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی فشار بیاورند. 51 سازمان حقوقی در بیانیه مشترک اعلام کردند کشورهای غربی متحد با امارات بر مقامات ابوظبی فشار بیاورند تا به سرعت و بدون قید و شرط همه کسانی که در محاکمه جمعی اعضای گروه امارات 94 محکوم شدند آزاد شوند. بیل نلسون رئیس آژانس فضایی آمریکا مدعی شد فضانوردان چینی مشغول یادگیری چگونگی نابودی ماهواره‌های کشورهای دیگر هستند. چینی‌ها احتمالاً به فکر تسخیر و تصرف کره ماه هستند. او به روزنامه بیلد گفت ایالات متحده اکنون درگیر مسابقه جدیدی برای فضا است، این بار با چین. در سال 2035 پکن ممکن است ساخت ایستگاه ماه خود را به پایان برساند و یک سال بعد آزمایش‌ها را آغاز کند. حوزه علمی زینبیه از مراکز علمی وابسته به دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در کشور سوریه به مناسبت سالگرد ازدواج امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم جشنی برگزار کرد. در این مراسم که ده‌ها تن از بانوان و دختران طلبه به همراه فرزندانشان حضور داشتند،
علاوه بر تلاوت آیات کلام الله مجید، مراسم شعرخوانی و مدیح سرایی نیز برگزار شد و در پایان مراسم هدایایی به برخی حاضرین توزیع شد. شایان مصلح، بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان، با انتشار گفتگو با یک شبکه اینترنتی اعلام کرد که یکی از مقامهای مسئول در شهر اصفهان گفته بود جامعه را برای بی‌حجاب‌ها ناامن کنید. در پی انتشار این اظهارات، شایان مصلح با انتشار پستی در صفحه شخصی تلگرام خود به این سخن اعتراض کرد. به دنبال آن، کمیته انضباطی باشگاه سپاهان وی را احضار و به پرداخت 150 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.